شبکه خبری یورونیوز گزارش داد. خانواده های افغانستانی به رغم پافشاری طالبان در باز نکردن دبیرستان های دخترانه در این کشور با تشکیل مدارس مخفی و زیرزمینی در خانه های خود از بی سواد ماندن دخترانشان جلوگیری می کنند. به گفته برخی از دخترانی که در مدرسه های مخفی مشغول به تحصیل هستند، آنها کتابهایشان را در آشپزخانه پنهان می کنند، زیرا مردان افغانستانی در آنجا کاری ندارند. رئیس جمهور ترکیه عصر دوشنبه 17 مرداد به مناسبت روز عاشورا در مراسم ماتم شرکت کرد و درباره واقعه کربلا گفت: کربلا درد و رنجی ابدی در دلهایمان به وجود آورده است. رجب طیب اردوغان با خواندن ابیات شعری در مدح شهدای کربلا گفت: این ابیات به خوبی بیانگر نگرش مردم کشورمان به اهل بیت، واقعه کربلا و شهادت حضرت حسین است. آستان مقدس حسینی اعلام کرد که بیش از 200 رسانه و 300 خبرنگار پس از ارائه امکانات مختلف و پشتیبانی لوجستیکی از آنها در پوشش رسانه مراسم روز عاشورا مشارکت کردند. عباس عاصم خفاجی رئیس بخش اطلاع رسانی آستان مقدس حسینی گفت: این بخش تمام تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به زائران بسیج کرد. این خدمات پوشش رسانه موکب‌های حسینی و خدمات ارائه شده به آنها و خدمات متنوع آستان مقدس حسینی از جمله پوشش در تمام بخش‌های دیداری، شنیداری و خواندنی را شامل می‌شود. مردم موصل عراق در سالروز شهادت امام حسین علیه السلام به سمت مقام امام زین العابدین علیه السلام پیاده روی کردند. این شهر به مناسبت این مصیبت دردناک سیاه‌پوش شد و همه ساختمان‌ها و خیابان‌های آن با پرچم‌های سیاه پوشیده شد. موکب‌های عزاداری نیز در جای جای این شهر و راه‌های منتهی به مقام امام زین العابدین علیه السلام به منظور ارائه خدمات به زائران مستقر شدند. شیعیان مقیم لندن، پایتخت انگلیس، در راستای بزرگداشت شهر مقدس حسینی، مانند بسیاری دیگر از شیعیان در سراسر جهان، عزاداری‌های دهه اول محرم را برپا نمودند. در اقدامی بی سابقه، تعدادی از مغازه‌دارها برای تعظیم روز عاشورا، مغازه‌های خود را در این روز تعطیل کردند. این روزها ذکر امام حسین علیه السلام و ایام عاشورای حسینی داغ‌ترین موضوع است و هشتگ یا حسین یکی از هشتگ‌هایی است که در بالاترین جایگاه شبکه‌های اجتماعی عراق به ویژه در توییتر تبدیل به ترند برتر شده است.